میشه گوشی ما از تو کیفت بردارم؟ شارژش تموم شده، میخوام بزنم تو شارژ. آره عزیزم. این چیه؟ این قرص برای جلوگیری از خونریزیه. تو کیف تو چی کار میکنه؟ ازش استفاده نمیکنم، تو کیفم. پس تو باردار بودی نه؟ بچه رو انداختی؟ نه. به من دروغ نگو، کاری نکن، برم پیشو بگیرم. از همه بیمارستانهای استانبول سوال میکنم تا مطمئن بشم، پس خودت به هم بگو. لعنت بر شیطون، مجبور شدم این کارو بکنم. اون شب میخواستم بهت بگم، همون شبی که رفته بودیم برای رقص تانگو، همون موقعی که بهم اهانت کردی، موقعی که حرف اون مرد مزخرفو باور کردی، چون ازم پرسیدی که واقعیت داره یا نه. تو به من شک کرده بودی، البته باید هم تموم میشد چون بهم اهانت کرده بودی. نمیتونستم به خاطر یه بچه همه چیزو فراموش کنم. به خاطر همینم فردا صبحش رفتم بیمارستان و بچه رو سقط کردم. بچه حق این کارو کردی. اولین بار چیزی بهت نگفتم، حق نداشتی دوباره تکرارش کنی. تقصیر تو بود که این کارو کردم. الانم حق نداری به هم چیزی بگی. به اندازه کافی منو با این کارات خورد کردی. بسه دیگه، بسه، لطفاً کافیه. تو این کارو کردم، تو مجبورم کردی، داغونم کردی. حالا هم حق نداری به هم چیزی بگی. کافیه دیگه، کافیه، بس دیگه. کجا میری؟ بیرون، خونه میبینم اتون. چیزی شده؟ نه، فقط یکم کار دارم، میرم خونه. خدا به همراهت. به سلامت. او عدنان بیک، تو صبر کن، همینجا بمون. سلام، خوش اومدید آقا. سلام، ممنون. سلام. سلام، خوش اومدید. شما نمیاد پیش ما؟ الان میام. چیه؟ بازم قهرین؟ نه. خب
خوش اومدین. عدنان بیک سلام. چه خوبه که زود اومدید. یه مقدار تو خونه کار داشتم، با اجازه. ببینم وقت دارین؟ منتظر بودم شب باهاتون صحبت کنم. قضیه چیه؟ بریم تو صحبت کنیم. بفرمایید داخل. من میدونم بین شما و سمر چی میگذره. چه اینطور؟ از سمر به خاطر سخت کردن بچه ناراحت نباش. اوضاع روحی سمر خیلی بد بود. من درک میکنم چه دورانی و پشت سر گذاشته. فقط خدا میدونه چه بلاهایی سرش اومده. من میدونم چقدر دوستتون داره. شما هم خوب اینو میدونین. خواهش میکنم فیروزه خانم، این موضوع مربوط به خودمون میشه و بس. هر موضوعی که دختر منو ناراحت کنه و اذیت کنه به منم مربوط میشه. از اولم اینو بهتون گفتم، به خصوص قبل از اینکه ازدواج کنین واضح در این باره حرف زدم. یادمه. اگه سمر به این خونه برگشته فقط به این خاطره که شما رو دوست داره. با وجود اینکه دوران بدی رو گذروند و خیلی تحقیرش کردین، بازم برگشت خونه. بیشتر از این از خودت دورش نکن، مطمئن باش پشیمون میشی. من یه مادرم، ازت خواهش میکنم. ببخشید وقت تو گرفتم، میرم پیش دخترام. با اجازه. عزیزای من قربونتون برم. چقدر تو دازی.